برش قلیه ماهی جنوب، سمت بندرعباس، سمت خوزستان، سمت بوشهر یه مقدار متفاوته. خورشتی که من براتون میگم یه مقدار ترکیبی از این ستا میشه، برای اینکه توی مشهد دوست داشته باشن. یکی از خورشت‌های خیلی خوشمزه، ولی ماهی که استفاده میکنید ترجیحاً نباید تیغ داشته باشه اگه تو مشهد دارید درست میکنید. اگه جنوب درست میکنید اصلا اونا مشکلی با تیغ ماهی ندارن، یعنی قبول کردن که ماهی تیغ داره و بعد خوشمزگی خورشت قلیه ماهی اون قلیه ماهی که ماهی شیر با استخوان توی خورشت داره میجوشه. حداقل هفته دوبار خورشت قلیه ماهی رو دارم. برای استیک ماهی ببینید کشورهای مختلف از همین ماهی شیر با همین روش برش کالباسی، ببینید میشه برش کالباسی، با همین روش برش کالباسی استیک های خیلی خوشمزه ای درست میکنم. پیاز نگینی خرد شده 2 عدد، خب این پیاز رو بذاره سرخ بشه، روغن به مقدار لازم، کم روغن میخوام. من خودم دوست دارم خورشت قلیه ماهی یه مقدار زمانی که داره جا میفته حالت خورشت قرمه سبزی داشته باشه. یه مقدار روغن سیاه رنگ روی غذا داشته باشم. گشنیز 5 یا 4 برابر، شنبلیله 1. یعنی اگه شما 5 واحد گشنیز میذارید 1 واحد شنبلیله میذارید. شنبلیله ای که استفاده میکنید باید بدون ساقه باشه، ساقه تلخی به غذاتون میده. پس شد 250 گرم گشنیز، 50 گرم برگ شنبلیله. اینا رو کاملا ریز میکنید، خیلی باید ریز باشه. ماهی برای هر نفر از 120 گرم تا 250 گرم میتونید در نظر بگیرید. رب گوجه فرنگی 1 قاشق غذاخوری، آرد سفید، آرد گندم 1 قاشق غذاخوری. شیر تمر هندی رو به حدی میزنید که میخواید ترشی غذاتون، مزه غذاتون به همون حد برسه. برای درست کردن شیره تمر هندی 1 لیوان آب جوش، 1 بسته تمر هندی با هم مخلوط میکنید، از صافی رد میکنید، میشه شیره تمر هندی. برای سوسایی که با غذاهای دریایی میخواید میل کنید این شیره رو میتونید داشته باشید. حتی جنوبی های کشور با این شیره تمر هندی ترشی مخصوص درست میکنن، ولی مدت زمان نگهداریش چیه؟ خیلی کوتاه هست، زیاد نیست، چون سریع کپک میزنه. خب نمک به میزان لازم، دیگه زعفرون دوست دارید میتونید اضافه کنید، اینا دیگه به دلخواهه، ولی مواد اولی که بهتون گفتم میشه همین که گفتم. و سیر برای هر نفر شما میتونید 2 حبه سیر رو در نظر بگیرید. پیازاتون سعی کنید 1 اندازه نگینه خیلی ریز باشه. موقعی که دارید غذا رو درست میکنید زیاد هم نزنید غذا رو، بذارید یه مقدار تو روغن، مخصوصا پیاز، یه مقدار تو روغن خودش رو بگیره، روغن رو به خودش جذب کنه، بعد یه همه کوچیک بزنید، یه حالت چرخشی کوچیک. دوباره گشنیز رو اضافه میکنم. سبزی ها حتما باید کاملا ریز باشه، ریز باشه. اگه از فریزری میخواید استفاده کنید همون حالتی که یخمن برای سبزی، دیفراست رو قبول ندارم چون خیلی آب میندازه. اگه خواستید فریزری استفاده کنید حتما همونجا استفاده کنید، یعنی بعد از پیازتون استفاده کنید. شروع میکنیم ادویه رو اضافه کردن. موقعی که سبزی رو دارید سرخ میکنید اون زمان میتونید یه مقدار سیر بزنید.
زردچوبه، من خودم بیشتر زردچوبه و فلفل قرمز رو استفاده میکنم تو قلیه ماهی، ولی شما میتونه اون ادویه ماهی که خدمتتون گفتم رو استفاده کنید. یه مقدار زیره تخم گشنیز میزنم براتون، خیلی کم. فلفل رو براتون زیاد میزنم. خب یک قاشق رو به گوجه داشتیم، یک قاشق رو به گوجه رو اضافه میکنید. اینا به روش های گفتم میخواید با برنج غذا رو میل کنید، اینه که حالت لعابی تر داشته باشه وقتی که رو میزنید. آرد هم بدید، این آرد رو اضافه میکنیم. یه قاشق یکم پر تیکه های ماهی رو روی، اگه خواستید ماهی رو سرخ کنید اضافه کنید، خورشتتون رو کاملا درست کنید. یه زمان کوتاه که ماهی رو توی این سبزیجات حالت یه مقدار خودش رو گرفت و یه کوچولو سرخ شد، ماهی رو برمیگردونید و میذارید سمت دیگرش هم یه مقدار توی سبزیجات سرخ باشه. این برای موقعیه که گفتیم ماهی رو میخواییم بدون سرخ کردن اضافه کنیم. حدود 15 دقیقه زمان پخت ماهیه تو این خورش. منتها اگه میخواید خورشتون جا بیفته، شما یک ساعت با شعله کم زیرش روشن میکنید، میذارید خورشتون کاملا جا بیفته. ولی باید مراقب باشید که تیکه های ماهیتون باز نشه، تیکه تیکه کاملا مشخص، چون وقت سروش حتما باید تو خورش خوریتون تیکه های ماهی مشخص باشه، ماهی های له شده توش نباشه. بهتر ماهی که استفاده می‌کنید، پوست داشته باشه یه مقدار. پوست که داشته باشه ماهی کمتر از هم می‌پاشه. خب دیگه اینو می‌ذاریم جا بیفته. این میشه روش، سه تا روشی که گفتم با هم یکی شده، شده این خورش قلیه ماهی که ما توی حتی جنوبم دیگه دارم به این روش اکثرم درست می‌کنم. آره. می‌تونیم بذاریم. خب قلیه ماهی کاملا حاضره، تیکه های ماهیمون همون حالتی که باید باشه هست، ولی قلیه ماهیتون از این میتونه چی باشه؟ سفت‌تر باشه. شکل خودش رو حفظ کرده و کاملا جا افتاده.